دوره دانشگاه تمام شد. حالا باز می‌رفتیم سربازی. من چون دیگه تصمیم جدی داشتم برای که آهنگساز بشم، واسه همین قطعات پیچیده ساده موسیقی رو، فرم‌های ساده رو، اینا رو خیلی زیاد تمرین می‌کردم. یکی از پیچیده‌ترین فرم‌های کوچک موسیقی قطعه‌ای به اسم فوک. تو سربازی خب ما دوره آموزشیمون این بود که سه جزوه به ما میدادن، کلاسایی داشتیم اونجا که میخوندیم اینا، که بر اساس اون جزوه هایی که میخوندیم باید امتحان میدادیم در آخر دوره. بر اساس اون انتخاب میکردن که ما کجا بریم. من اصلا این کار نگاه، این جزوه میدادن، نمیدونم کجا مینداختم، گم میشد میرفت. ولی تعداد زیادی دفترچه نوت با خودم برده بودم تو پادگان و فقط فوک مینوشتم. دفترچه پر میشد، مینداختم دور، یه دفترچه دیگه. سربازی اینجوری شد ماجراش که آخر سر امتحان ما گرفتن. خب من هیچی نخونده بودم دیگه، شدم نفر آخر. بعد به ترتیب یکی یکی اومدن شهرهای خوب انتخاب کرده، هر که هر جا میخواست بره انتخاب کرد و رسید به من. گفتن که خب کجا میخوای بری؟ گفتم خب دیگه کجا هست. گفتن یکی پیرانشهره، یکیشم سر پل ذهابه. اون زمان هم یواشاش داشت تنش بین ایران و عراق به وجود میاد سر اروند رود، یاد آماده باش جنگی بود لب مرز، که من رفتم خودم اونجا معرفی کنم، فوق بگیرم برم برای سر پل ذهاب. تو خیابون اتفاقی یکی از نوازنده ارکستر سمفونیک رو دیدم، نوازنده فلوت ارکستر سمفونیک که فلوت دوم بود. تعجب کرد که من تو کرموشا چیکار میکنم. گفتم که آره اینجوریه، من افتادم اینجا که برم سر پل ذهاب، مادام که حکم بگیرم منتقل شم برم اونجا. مونتا گفتش که چه خوب شد دیدمت، چون من الان مدتی است که میخوام برم اتریش و تو ارتشم دارم خودم رو بازنشست میکنم، بازخرید میکنم که بتونم برم اتریش. که فرمانده لشکر کرمانشاه میگه اگر زمانی من به اجازه میدم بری که یه جانشین واسه خود پیدا کنی. حالا پیدا کردم، بیا جانشین رو من بشه ببریم الان بریم پادگان دفتر فرماندهی رو معرفی کنم. فرمانده هم گوش که خب دیگه چه کسی ازشون بهتر، شما هم که داری تاییدش میکنی، قبول. حکم مرخصی تو هفته دیگه بیا بگیر از دفتر. همونجا به من حکم فرماندهی فرمانده موزیک لشکر کرمانشاه داد. من خوشحال بودم از اینکه دیدم خود دست موزیک هست و اینا، بیچاره هر کی گوشه‌ای داره واسه خودش تمرین می‌کنه، منتها چه صداهایی، چه وضعی و چقدر ضعیف همه. گفتم خب اینا برای یه فرصت است یا ما جویم کلی قطعه بنویسیم اینا بدیم بزنن. من که میخوام قطعه بنویسم، خب چیزی بنویسم واسه این سازا بده اینا بزنن، یا اصلا دو تایشون با هم بزنن، سه نوازی، چهار نوازی، گروه، بعد بالاخره همشون با هم بتونن چیز درستی رو بزنن. منم خوشحال شدم که خب باشه قبول. که ایشون دیگه رفت اتریش و من موندم اونجا. ما دست موزیکی درست کردیم که بهترین شد در بین دسته‌های موزیک که توی قسمت‌های پادگان‌های مختلف بود تو منطقه کردستان. و در همون کرمانشاه اولین مدرسه موسیقی رو من دایر کردم. آموزشگاه موسیقی دایر کردیم و هم دو تا از همون گروهبانا رو هم آوردم اونجا که ساز تدریس کنن. من خودم هم تدریس می‌کردم در مدت بسیار بسیار کوتاهی، طول مثلا 3-4 ماه. این مدرسه انقدر شکوفا شد، انقدر شاگرد زیاد پیدا کرد که گفتن رو باید یه شعبه مثلا یه جای دیگه بزنی. من توی این هیروویر بودم، توی این حال و وضع بودم که یه روز منو دعوت کردن به همون ستاد فرماندهی که بیاید تیمسار با شما کار داره. رفتم و گفتم چیه موضوع؟ گفتن که یه امریه اومده برای شما که بایستی بری تهران. گفتم من نمیخوام برم. منم امریه رو گرفتم. چی کارش کردم؟ پارش کردم. چی شد نفهمیدم. اصلا بیخیالش شد. دادم یه گوشه ای و باز کار ما شروع کردم ادامه دادن. ادامه دادیم ما همینجوری باز دوره تا اینکه یه روز صبح شاید مثلا دو هفته سه هفته از این قضیه گذشت. یه روز صبح زنگ زدن. دیدم جیپ اومده دو نفر اومدن جو زیر بغل برای گرفتن همینجوری عدم در. گفتم بذارین لاغل لباسام بابا جون گفت نمیشه. همینجوری وسایل هم بردارن. نمیشه امکان نداره در میرید. از زیر بغل من گرفتن همونجوری گوشن تو جیپ. درسته. رای تهران همون شکلی امریه اومده که شما بری هنرستان موسیقی در تهران تدریس کنی. با همون لباس ارتشی میرفتم هنرستان تدریس میکردم و انقدر اونجا سر من شلوغ کردن کار چند تا معلم انجام میدادم هفته 48 ساعت کلاس داشتم. بعد اومدیم تهران من با داوید صحبت کردم. آقای داوید من انقدر فوق نوشتم و رسیدم به جایی که میتونم از اون لحظه‌ای که قلم رو کاغذ میذارم که فوق بنویسم تا موقعی که دو تا خط آخرش رو میذارم که تمام شد یه چیزی 15 دقیقه طول می‌کشه. گفت غیر ممکنه. گفتم خالشون یه تست از من بگیر ببینم چه جوری. رفتیم تو همون دانشکده نشستیم توی اتاق در و بس. گفت پس تمش رو من می‌نویسم. گفتم باشه. سوژه فوق رو نوشت رو تخته ساعتش هم در آورد کرونومتری. گفت حاضری؟ گفتم بله. شروع کن. اینو زد و از در رفت بیرون. شروع کردم بنوشتن. وقتی که اومد تو من دیگه چند تا نوت آخر مونده بود اونم تا خط آخرشو گذاشتم و دادم بهش کرونوت نگه داشت گفت 14 دقیقه و اونم 49 ثانیه هم چیزی. گذاشت پیانو شروع کرد زدن. یه بار، دو بار، سه بار زد. گفتیم کامله. هیچ مشکلی نداره. هیچ ایرادی من نمیدونم توش بگیرم. چه کردی تو با خودت؟ گفتم خوب تمرین زیاد. از بس که نوشتم من. که در اینجا بود که به من گفت تو دیگه موندن در ایران صلاح نیست. گفت چیکار میخوای کنی؟ گفتم میخوام برم امریکا. چون میدونم که بهترین دانشگاه ها اونجا از استادایی هستن و اصلا قلب تپنده موسیقی معاصر دنیا اونجاست. میخوام برم اونجا. یکی اونجاست یکی فرانسه. در این مدت هم در فکر بودم که خب حالا سربازیم که تموم بشه من میخوام برم دیگه برم امریکا ادامه تحصیل بدم. چیکار کنم چیکار نکنم؟ چند تا قطعه رو من فرستادم برای 12 تا دانشگاه در امریکا. رفت و بعد از تقریبا یه ماه نیم اینا جواب اومد. 12 تا جواب اومد. تقریبا مشابه هم دیگه که نوشته بودن کسی که این کنسرت و فلوت رو نوشته یا یک فلوتیست نابغه ای است با یک تکنیک ویژه‌ای که ما ازش بی اطلاعیم یا یک آهنگساز دیوانه‌ای که هیچی از فلوت نمیدونه. حالا شما اگر اون اولی هستی اینو اجرا کن برای ما بفرست ما هم به شما بورس تحصیلی میدیم هم به عنوان استاد استخدامت میکنیم. بعد اون زمان هم تازه ارکستر جونس موزیکال درست شده بود که آقای علی رهبری رهبریش رو میکرد. قرار شد من اینو با هم ارکستر جونس موزیکال اجرا کنم. ما اینو اجرا کردیم و بارها هم اجراش کردیم. در شهرهای مختلف اجرا کردیم. که یکی از این اجراها رو یکی از دوستان نشست تو سالن اون ضبط‌های کوچولوی اون زمان سال 50 آورده بود مثلا دکمه‌اش زده بود ضبط کرده بود. که من همونو با همون کیفیت بد فرستادم برای اینا. بعد از شاید مثلا 2 ماه 12 تا بورس تحصیلی اونجا اومد برام. که تابستون بود من به هنرستان اطلاع دادم که من دیگه امر در خدمت شما نیستم. فکر معلم بکنید از الان. چون که من دارم میرم یه بورس گرفتم و دارم میرم خارج. دوره سربازی ما در تابستان تمام شد. تمام دوستانی که هم دوره من بودن تو پادگان دو دوره آموزشی با هم بودیم اینا رفتن و برگه پای خدمتشون رو گرفتن. من که مراجعه کردم به آجودانی گفتن شما اصلا خدمت نرفتی که. یعنی چی؟ من الان حقوق از کجا دارم میگیرم؟ از ارتش دارم حقوق میگم، تو هنرستان درس میدم. یعنی چی؟ من خدمت نگردم. گفتن شما چیزی که نشون بده پرونده خدمتی داری اصلا وجود نداره. و دادگاه هم تشکیل شده براتون به عنوان فرار از خدمت و حکمش امروز مثل دستتون که باعث شما 4 سال اونم به عنوان سرباز صفر خدمت بکنید تو ارتش. خیلی بر من سنگین بود حرف. خیلی سنگین بود. گفتم آقا من باید برم، من بورس دارم، من باید برم. گفتن شما سربازی نرفتی، غایبم محسوب میشی. مجبوری که 4 سال بری خدمت اونجوری بکنی. تو پادگان همون دور آموزشی که ما بودیم یکی از دوستان من، یکی از هم پادگانی‌ها که تو دانشگاه هنر زیبا هم رشته نقاشی بود، پدرش تیمسار بود تو ارتش، یه قسمتی از ارتش. من با اون تماس گرفتم، با دوستم تماس گرفتم، گفتم ما یه همچین ماجراییه، ما با هم نرفتیم. که 2 روز بعدش زنگ زد به من گفتش که پدرم میگه که بهشون بگو ناراحت نباشه، من یه گروهبانی دارم اینجا که تخصصش پیدا کردن پرونده‌های گم شده تو ارتشه. خلاص این ماجرا گذشت، تو یه ماهی 2 ماهی گذشت، بورسم رفت دیگه. سال تحصیلی هم شروع شد و باز من مجبور شدم تو هنرستان کلاسامو داشتم و همون 48 ساعت موند و گذشت 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 تقریبا یه 3 ماه از سال تحصیلی هم که گذشت و بعدش همین دوست من زنگ زد گفتش که پدرم میگه به ایشون بگی که اصلا نگران نباشه، پرونده خدمتی ایشون الان تو میز تیمسار مینباشیان برادر حایه پهلبود، از هنرستان نامه نوشتن به حایه پهلبود که آقا ایشون جای 5 تا الان داره اینجا درس میده، خوبم داره درس میده، ما هم جانشینی براش نداریم، ایشون هم میشه برای چند وقتی نگرش دارین تا ما معلم پیدا بکنیم، بعد ایشون بره ادامه تحصیل به در کار خود بکنه. واسه همینم ایشون به برادرش گفته، اونم پرونده رو از بایگانی در آورده گوشته تو کشو میزش. بنابراین گفت هیچ نگران نباش. منتها خب من اصلا برو خودم نبودم، خودم باش. من درس بودم. بعد یه مطمئن شدم که من دیگه قصد خارج رفتن ندارم، بورسام همه باطل شده از بین رفته. یه روزی یه جیپ اومد در خونم، یه پاکت دادن دست من که این پایان خدمت شماست، یه نامه عذرخواهی هم توش نوشته بودن، یه سکم گوشت دادن توش به عنوان عذرخواهی و اینکه حالا برای دلجویی و دادن دست من و امضا گرفتن و رفتن. رفتم اقدام کردم برای گرفتن گذرنامه. گذرنامه رو گرفتم. خب اون زمان بعضی کشورها اصلا ویزا نمیخواست برای ایرانی‌ها. من بلیت هواپیما گرفتم برای روز اول مهر ساعت 8 صبح که از فرودگاه مهرآباد برم انگلستان. چرا انگلستان؟ واسه که برم زبان بخونم. من که میخوام برم امریکا باید لااقل زبانم در حدی باشه که بتونم برم دانشگاه دیگه. بعد تافل رو باید بگیرم. تافل رو کجا بگیرم؟ برم توی مملکت انگلیسی زبان، هم اینجا نیستم هم که زبان یاد میگیرم. که رفتم انگلیس و زبان خوندم و تقریبا فکر کنم 5 یا 6 ماه اونجا بودم و خبر هنرستان میرسید که همچنان بدون معلمن، هیچکی پیدا نستم بکنم برام. از این طرف ناراحت بودم که هنرستانی که خودم توش تحصیل کردم حالا معلم نداره و از یک طرف هم خوشحال از این که بالاخره تونستم انتقامم رو بگیرم، یه جوری به هر حال لطمه‌ای که به من خورده رو لااقل به لحاظ روحی برای خودم جبران کنم، چون کار بسیار زشتی کردن. خلاص ما اونجا زبان خوندیم و تافلمون رو گرفتیم و کاراش انجام شد و دیگه بعد بی سر صدا برگشتم تهران دیگه هنرستان اصلا نرفتم و اون زمان مصادف شد با بورسی که از دانشگاه فارابی به من دادن. دانشگاه فارابی به من بورس داد که برم ادامه تحصیل بدم و که بعد از اینکه برمیگردم بشم استاد دانشگاه فارابی در شاخه موسیقی. خب من دیگه حالا بورس هم داشتم دیگه، یه مشکلی نداشتم. گفتم بنابراین خودم میرم دانشگاه انتخاب میکنم. 3 ماه رفتم امریکا.